به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقلیم سلام به یکی از دیگر از های چینل جنرال پلاس خوش آمدید اعضای طالبان گفتند که حداقل باید پاید پنج وزارت کلیدی به این گروه داده شود و جنگجویان طالب نیز به ارتش مدغم شوند سخنگوی ارگ ریاست به این گفته ها واکنش نشان داده و گفته است که سخنان مدام طالبان در مورد تصدی ارتش تو هم و برخلاف روحیه روند است برخی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوها در گفتگو با شبکه خبری سی بی سی امریکا نظام کنونی افغانستان را فاسد خوانده و گفتند که این گروه خواستار سهم قابل ملاحظه در حکومت آینده هستند یک عضو برجسته طالبان که نام از او گرفته نشده به این شبکه گفته است که حداقل باید پنج وزارت کلیدی به این گروه داده شود و جنگیان طالب نیز به ارتش در زیر چتر یک نظام اسلامی مدغم شوند اعضای دفتر سیاسی طالبان همچنان گفتند که با حضور زنان در کابینه مخالفت ندارند و به حقوق اقلیت ها نیز پابند میمانند اما با حضور زنان در کرسی نخست وزیری یا سر محکمه مخالف صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری به این گفته های طالبان واکنش نشان داده است او صحبت طالبان پیرامون ارتش را خلاف راهیه صلح و یک توی هم خوانده است صدیقی چهارشنبه 26 سنبله در یک پیام تویتری با بازنشر گزارش سی بی سی نوشت کاملا ناراحت کننده و ناامید کننده برای مردم افغانستان و جامعه جهانی که به دنبال خاتمه صلح برای خشونت طالبان هستند صدیقی نگاشته است که سخنان مدام طالبان در مورد تصدی ارتش تو هم و برخلاف رهویه روند صلح فیلی است پیش از این شیر محمد عباس از عضو عیت مذاکره کننده طالبان گفته بود که نهادهای امنیتی افغانستان به ویژه ارتش که در مورد حمایت خارجی ها هستند باید منحل شوند این گفته ها واکنش های گسترده ای را در پیدا و دنبال آن آقا استانگزی گفت که از سخنانش برداشت اشتباه شده زیرا به تعبیر او حکومت بدون اردو کامل نیست مذاکرات صلح میان ایت دولت و طالبان در قطر جریان دارد نخستین نشست عمومی میان دو تیم مذاکره کننده به هدف نهایی سازی طرز عمل مذاکرات بین الافغانی دیروز در قطر برگزار شد گفته شده که در این نشست اکثرا موارد طرز عمل نشست مذاکراتی نهایی شده و تنها موارد کم از آن باقی مانده است همچنان طالبان هیچ طرف خارجی نباید در مذاکرات دخالت کند سخنگوی طالبان تاکید کرد که هیچ طرف خارجی نباید در مذاکرات بینالافغانی دخالت کند نه این وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر چهارشنبه 26 26 در رشته تیوی تیره است که افغانها باید مشکلات خودشان را حل کنند و به هیچ طرف خارجی نباید در امور افغانها دخالت کند او گفت که طالبان به هیچ کشور اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان به عنوان سنگر یا میدان جنگ برای تهدید امنیت و ثبات دیگر کشورها استفاده کند سخنگوی طالبان در ادامه گفته است که جنگ این گروه برای کسب قدرت نیست بلکه برای استقلال کشور از اشغال خارجی و استقرار یک نظام اسلامی است در این ورده گفته که طالبان به توافقنامه نامه صلحی که با امریکا امضا کرده پابند هستند و ایالات متحده و متحدان نیز باید به تعهدات خود به این توافق عمل کنند امریکا و طالبان در اواخر سال گذشته خوشیدی توافقنامه آوردن صلح در افغانستان را امضا کردند مطابق این توافق نیروهای خارجی افغانستان را ترک خواهند کرد و طالبان وارد مذاکرات با دولت افغانستان می شوند. طالبان پس از ماهات تاخیر به تازگی وارد مذاکره با دولت افغانستان شدند. نخستین نشست عمومی میان دو تیم مذاکره کننده به هدف نهایی سازی طرز عمل مذاکرات بین دیروز در قطر برگزار شد. گفته شده که در این نشست اکثرا مورد طرز عمل نشست مذاکراتی نهایی شده و تنها مورد کم از آن باقی مانده است. کریم خلیلی وضعیت فعلی نتیجه چل سال مبارزه است کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی می میگوید که مذاکرات سال نتیجه تلاش های بزرگان جهادی و شهدای دهران مقاومت است و نباید این تلاش ها به هدر برود خلیلی چهارشنبه 26 سنبله در نشست به مناسبت روحنمایی از آثار علمی برهانالدین ربانی رئیس سابق شورای عالی گفت وضعیت فعلی تحفه این کشور و آن کشور نیست که برای ما خیرات داده باشند بلکه ثمره چل سال مبارزه است او گفت که خون مردم افغانستان به ناحق ریخته می شود و صلح عادلانه و با عزت باید به این بحران چل ساله پایان بدهد این در حال است که نخستین نشست عمومی میان تیم مذاکره کننده به هدف نهایی سازی تا عمل مذاکرات بین الافغانی در قطر برگزار شد گفته شده که در این نشست اکثرا مورد طرز عمل نشست مذاکراتی نهایی شده و تنها مورد کم از آن باقی مانده است. همزمان حملات و طالبان ادامه دارد. با این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه خواستار کاهش خشونت و آتش بس شده است. در این قطعنامه که سیر که سی شب 25 سنبله به تصویب رسید از طرفهای درگیر جنگ خواسته شده که در راستای ایجاد اعتماد خشونت ها به گونه چشمگیر کاهش دهند. شبکه اقوانی در کجای روند سال قرار دارد؟ علی بوسوی خبرگزاری افاق امریکا روی کاغذ شبکه اقوانی را ایجیریان ترورستی میداند و رهبران آن را تحریم کرده است اما وقت سخن رسول با طالبان به میان میاد کس از شبکه اقوانی نام نمیبرد این در حال است که شبکه اقوانی متحد و با بازوی نظامی گروه طالبان محسوب میشود و در سالهای گذشته نیش ماسین اصلی ترور طالبان از سوی این دیرو هدایت و رهبری می شده است بر این اساس پیام صلح هم قرار است متحد بر لزوم باید با شبکه خونی باشد زیرا ماشین استی جنگ طالبان در افغانستان با موتری این شبکه عمل می کند مسعود سرپرست وزارت داخله گفته که بر اساس معلومات ابتدایی در حمله روز چهارشنبه بر امرالله با معاون اول رئیس جمهور مواد انفجاری نام RTX HMC استفاده شده که بیانگر ارتباطی این شبکه با شبکه اقانی است. آقای درابی گفته که مواد در دیگر حملات که در گذشته شبکه خودی مسئولیت را بر عهده گرفته استفاده شده است. سروردانش معاون دوم رئیس جمهور حمله بر آقای سالی را نقص سری روند صلح خوانده است. سیدیق سیدیقی سخنگوی رئیس جمهور نیز حمله بر آقای سالی را محکوم کرده و تاکید کرده کابلیر این گونه حملات دشمنان صلح و ثبات هستند که پیوسته به خشونتهایشان در برابر دولت و ملت ادامه میدهند حریف اکبر سرپرست خارج خارجه ضمن محکوم کردن این رویداد گفته است که دشمنان وطن با این گونه حملات مانع روند صلح شدن توانند. از ما برای رسیدن به صلح خلل ناپذیر است این نخستین بار نیست که شبکه قانی بد از داشتن در خشونتهای مرگبار و هدف هدفمند در افغانستان متهم میشود این اتهامات صرفا به سالهای قبل از آغاز رسمی مذاکرات امریکا و طالبان و امضای پیمان صلح میان آنها هم محدود نمی شود بلکه پس از امضای توافقات آنها نیز استثمار یافته است این نشان می که صلح و مشکلات پرشمارش بسیار پیچیده تر از آن است که به نظر می آید سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را دنبال و سبسکرایب نمایید